درود بر شما، محمد شفیع هستم از مجموعه پی ال سی وان. در خدمت شما هستیم با ادامه آموزش اچ ام آی دلتا. خب فرض برای این بگیریم که ما یه برنامه رو با ورژن 2.7 نوشتیم، یعنی اچ ام آی سری بی، مثلا مثل دی او پی بی 07S411 یا S410. میخوایم این برنامه رو تبدیل کنیم به برنامه‌ای که با ورژن 4 میخوایم اونو باز بکنیم، حالا یا مثلا 4.16 یا مثلا ورژن 4.11. چطور این کار رو باید انجام بدیم؟ جواب خیلی ساده هستش، اصلا نیاز به کار خاصی نیست. شما مثلا ورژن 4.16 رو من اینجا باز میکنم، درسته، نرم افزار رو باز میکنم، میام اونجایی که فایل مربوط به برنامه ورژن 2.7 یا سری بی اچ‌ام‌آی دلتای من وجود داره اونو در نظر میگیرم. حالا میام چیکار میکنم؟ حالا میام فقط کافیه که شما برنامه رو درگ اند دروپ بکنید داخل برنامه اچ‌ام‌آی دلتا سری 100. ببینید من این کار انجام میدم، خود به خود برنامه تبدیل میشه به برنامه‌ای که حالا توی ورژن به اصطلاح 4.16 یا مثلا 4.11 برنامه باز میشه و میتونم من تغییرات مربوط به برنامه رو انجام بدم. خب اگر دقت بکنید اینجا مثلا مدل HMI من چی بود، میتونم بیام اینجا توی قسمت کانفیگوریشن ببینم مثلا 07S411 بوده. خب اینجا اومده چه مدلی رو به من داده؟ ببینید میام چنج مدل میزنم، ببینید 107CV رو به من داده. حالا شما میتونید اینجا بیا یه مدل دیگه رو انتخاب، مثلا 107BV رو انتخاب بکنم. اوکی میزنم، ببینید الان مدلش شد 107BV، ها میتونم ازش استفاده بکنم. اگر روش دابل کلیک بکنم و بیام توی قسمت لینک، ببینید توی قسمت لینک بیام، شما میتونید اینجا یا نه میتونم بیام اینجا و توی قسمت تنظیمات مربوط به ارتباط، اگر من بتونم بیام این قسمت، خب یه لحظه اجازه بدین، آها کامیونیکیشن سیتینگ، ببینید کام دو رو اومده اینجا برای من فعال کرده، ولی 107 بی وی رو شما وقتی ایجاد میکنید به صورت پیش‌فرض کام یک فعاله، ولی اینجا اومده خودش کیک کام دو رو زده و کام دو رو اینجا فعال کرده. من اگر بیام مثلا روی ورژن، حالا اینجا ورژن 4.11، اگر نیو بزنم 107 بی وی رو اگر انتخاب بکنم، نکس بزنم، اون تیکی که فعال هستش کام یکه، ولی اینجا اومده چیکار کرده؟ گفته که شما توی قسمت مربوط کامیونیکیشن سیتینگ نرم افزار 107 بی وی اومدین از چی استفاده کردین؟ از به اصطلاح کام دو استفاده کردین. چون از کام دو استفاده کردین، من میام اچ‌ام‌آی رو به شما میدم که کام دوش فعال باشه. حالا من میام چیکار میکنم؟ مثلا میام این باتون رو، این نامریک رو شما در نظر بگیرین، این نامریک رو میام توی تنظیمات اینجا میام چیکار میکنم؟ میام اول توی این 107 در واقع این S411 هستش، میام توی تنظیمات کامیونیکیشن سیتینگ تیک 3 رو هم فعال میکنم. مثلا میخوام تیک 3 لینک تیک 3 یا همون کام 3 رو فعال میکنم. الان من یه 485 دیگه هم دارم. حالا میام برای این نامریک چیکار میکنم؟ به جای لینک 2 لینک 3 رو انتخاب میکنم. ببینید لینک 3 رو انتخاب کردم، مثلا دیه مثلا 50، درسته؟ خب اینو با یه اسم دیگه سیو میکنم، مثلا میگم PID 2، درسته؟ حالا توی اون 107 بی وی که در واقع اینجا توی ورژن 4.16 اومدم باز کردم، برنامه رو میبندم و میام چیکار میکنم؟ از اون محیطی که PID 2 اینجا الان دارم و میخوام توی برنامه باز بکنم. ببینید PID 2 رو میندازم تو برنامه. خب حالا اینو باز میکنم ببینم کام 3 براش فعاله. ببینید میبینید که لینک
سه براش فعال شده. اون اولی رو وقتی تبدیل کردیم 107 سی وی به من داد. اینجا به من چی داد؟ کامیونیکیشن سیتینگ براش کانفیگوریشن. خب اینجا که نه، تولز چینج پی ال سی، اینم 107 سی وی داده. خب حالا میام توی قسمت کامیونیکیشن. ببینید تیک کام 3 هم اینجا فعال شد. حالا اگر 107 سی وی کام 3 نداشت چیکار میکرد؟ یه مدل دیگه به من اچ ام آی میداد و شما میتونستی در واقع اونجا ببینید که اچ ام آی که در واقع داره به شما میده یه مدل دیگه هستش. برای مثال من الان بیام توی محیط مربوط به نرم افزار ورژن 2.7 میام یه نیو میزنم. خب اینجا میام به جای سری B سری W رو انتخاب میکنم، 15 اینچ انتخاب میکنم و تیک مثلا اترنت 1 و تیک اترنت 2 رو میزنم. خب دیگه 107 سی وی دیگه دوتا اترنت که نداره. بعد میام چیکار میکنم؟ بعد میام مثلا یه نامریک میذارم اینجا. این نامریک رو از میام اینجا از اترنت لینک 1 بهش میدم، مثلا میگم X0. خب یه ببخشید اینو چی دادم؟ ایندیکیتور دادم. یه باتون هم یه نامریک اینترای هم اینجا مثلا در نظر میگیرم. اینو میام چیکار میکنم؟ اینو میام از لینک 2 بهش میدم، لینک 2 اترنت. اینو مثلا میذارم دیه مثلا 50، دیه مثلا 60. خب حالا اوکی میکنم اینو، حالا سیوش میکنم، سیو از، اینو مثلا میگم پی آی دی 3. درسته؟ حالا میرم این برنامه رو توی ورژن 4.16 میخوام باز بکنم. این برنامه قبلی رو میبندم. خب این 107 سی وی بود دیگه. ببینید اینجا اگر شما بیاین چنج مدل رو بزنم، ببینید 107 سی ویه. حالا اینو میبندم. خب الان میخوام یه برنامه چمایی رو بندازم روی این که معادلش تو 107 سی وی نیست. ببینید پی آی دی 3، درسته؟ پی آی دی 3 رو میندازم اینجا. خب ببینید 107 دبلیو وی رو به من داده. اوکی که میزنم باز نمیشه. چرا؟ چون 107 دبلیو وی اون قابلیت هایی که من میخوام دوتا اترنت رو نداره. دوباره میندازم، میگه که این صفحه در واقع HMI Selection هستش، 107 دبلیو وی که ما فکر میکردیم نمیتونه اونو پشتیبانی بکنه، شما به یه مدل دیگه انتخاب کن. مثلا من میام 107 بی وی انتخاب میکنم. خب بازم مشخصه دیگه 107 بی وی اصلا اترنت نداره. ببینید من اینو انتخاب بکنم بازم باز نمیکنه. این بار میام مثلا یه مدلی رو انتخاب میکنم، مثلا این مدل 15 اینچ 115 دبلیو ایکس رو انتخاب میکنم. اوکی که میزنم شما میبینید که برنامه توی ورژن 4.16 اینجا باز شد. اگر روش دابل کلیک بکنید ببینید اینجا تو تنظیمات چی میگه؟ میگه اترنت لینک 1، درسته؟ و برای دومی هم میگه چی؟ میشه اترنت لینک 2. حالا اگر برین توی قسمت کامیونیکیشن سیتینگ ببینید یه HMI رو تونستیم انتخاب بکنیم که این دوتا اترنت رو پشتیبانی داره و ما میتونیم بدون اینکه بخوایم آدرس رو عوض بکنیم میتونیم تو سری 100 ازش استفاده کنیم. حالا اگر در نهایت شما برنامه‌ای رو که دارین، حالا ممکنه ورژنتون پایین‌تر باشه و بنا به هر دلیلی نتونین برنامه مورد نظر رو با در واقع درگ اند دروپ توی ورژن سری 100 نتونین باز بکنین. خب اگر این اتفاق بیفته میتونین چیکار کنین؟ الان ببینید اینجا لینک 2 هستش، درسته؟ من اگر بیام توی 107 مثلا توی سری 100 مثلا 107 بی وی میام یه دونه نیو میزنم، مثلا همون 107 بی وی رو انتخاب میکنم. خب نیکس میزنم، ببین اینجا کام 1 فعاله. خب کام 1 فعاله، من اینجا میذارم 485، اینجا من فینیش میزنم. خب ببین این برنامه ای که اینجا هستش شما میتونید چیکار کنید؟ شما میتونید این برنامه رو بیای، حالا HMI شما ممکنه برنامه‌ای که نوشین 2 صفحه 3 صفحه 5 صفحه داشته باشه، اینجا میتونید کپی بزنین. اگر در نهایت اون روشی که حالا خدمتتون عرض کردم، اینجا میتونید پیست بکنید. خب اگر دقت بکنید شما وقتی که روی
این باتون ها اگر کلیک بکنید چون کپی پیست کرده اینجا نوشته لینک 2 1 در واقع ادسان دی 14 در صورتی که شما توی این HMI 107 BV لینک 2 رو فعال نکردین به خاطر همین وقتی که این سه نقطه رو میزنین که میخواین آدرس رو ببینید اینجا معادلی برایش نداره اینجا فقط لینک 1 فعاله دو تا راهکار دارین میتونید در روش اول چیکار کنین در روش اول من میتونم اینا رو پاک بکنم بیام توی کامیونیکیشن سیتینگ 107 BV تیک 2 رو هم اینجا فعال بکنم خب تیک 2 رو فعال کنم مثلا گذاشتم 485 خب حالا میام اون رو دوباره پیسش میکنم حالا میرم روی مثلا این باتون خب لینک 2 که بوده الان اینجا باز بکنم میبینید شما لینک 2 رو اینجا دارین آدرس اون به اصطلاح نامری که خودتون رو هم اینجا میتونید ببینید یعنی عملا همشون آدرس دارن و لینک دارن و شما به مشکل نمیخورید ولی یه جایی هست که شما میگی که من میخوام توی این در واقع HMI 107 BV میخوام از لینک 1ش استفاده بکنم این لینک 2 به درد من نمیخوره میخوام از لینک 1 استفاده کنم خب در صورتی که اینور توی HMI 100 در واقع 07E400S411 سری B دلتا شما اینجا لینک 2 دارین ولی اونور لینک 1ه میتونید چیکار کنین میتونید بیاین توی قسمت کانکشن و کامیونیکیشن سیتینگ میاین خب اونجا ما لینک 1 لازم داریم دیگه میام چیکار میکنم اینجا لینک 1 رو فعال میکنم ببینید اومدم چیکار کردم اینجا پیش فرض با کام 2 کانکت شده دیگه میام لینک 1 رو فعال میکنم الان چی شد لینک 1 هم به لینک های HMI 07S411 من اضافه شده ولی همه این باتون ها و نامریکا همه با لینک 2 هستش لینک 1 وجود نداره من میام توی در واقع دوباره کامیونیکیشن سیتینگ حالا که کام 1 رو ایجاد کردم کام 2 رو میام اون تیکش رو بر میدارم خب ببین تیکش رو که بردارم میگه که یه سری آدرس هستش که این آدرس ها رو میخوای شما روی لینک 2 هستش میخوای همه رو جابجا بکنی میخوای چنجش بکنی میگم بله این کار که انجام میدی همه این آدرس ها میفته روی لینک 1 میبینی؟ میفته روی لینک 1 اگر لینک 1 رو تیک نمیزدیم نمیتونست این عمل چنج رو انجام بده چون که لینک یک حالا تست در واقع تیک زدیم حالا همه این آدرس هایی که ما استفاده کردیم حتی آدرس های ماکرو هم شاملش میشه شما ممکنه توی بک‌گراند ماکرو اومدی مثلا ست آن کردی یا ست آف کردی با لینک 2 یک بیتی رو فعال و غیر فعال کردی اینجا وقتی چنج میزنی حتی توی ماکرو هم اگر در واقع دستوری رو نوشته باشه اون جابجایی انجام میده. ببین الان شد این لینک 1 درسته؟ حالا میام چیکار میکنم؟ حالا اینو کپیش میکنم. 107 بی وی من کامیونیکیشن سیتینگ من فقط لینک 1 فعاله. اونورم که کردیمش در واقع روی 07S411 لینکو گذاشتیم روی لینک 1. حالا که اینجا من پیس بزنم اگر روی یکی از این نامریکا برین میبینی که نوشته لینک 1 اگر وارد تنظیماتش بشی میبینی که لینک اینجا دیگه خالی نیست دیگه لینک رو اینجا به شما داره نشون میده یعنی اول اگر معادل اون لینک اون طرف نبود یعنی مثلا اونور لینک 2 اینور لینک 1 خب اون لینک 2 رو روی سری B میکنیم لینک 1 بعد چیکار میکنیم بعد کپی پیستش میکنیم اونور روی 107 BV لینک 1 485 فعاله دیگه برای همین دیگه آدرساش خالی نمیمونه برای هر کدوم آدرس داره در روش اولم که خب خیلی راحته دیگه شما کافی که حالا ورژن مثلا 4.11 یا 4.16 رو باز بکنین بعد اون برنامه ای که حالا دارین از ورژن 2 هم کافی که درگ اند دروپ بکنین روی ورژن در واقع من یه بار دیگه این کار رو انجام میدم روش ساده تر رو ببینید فرض بر این بگیرین که الان من اینجا ورژن 4.16 یا 4.11 رو دارم اونی که ورژنش پایین تر هستش رو که برای مثال الان اینجا سری BS411 هستش کافی که فقط درگ اند دروپ بکنیم خیلی راحت برنامه باز میشه معادلشون میاد اینجا برای شما در نظر میگیره اگر توی قسمت تولز برین چنج مدل برین شما ممکنه که اینجا 107 CV رو نخواین مدل های دیگه ای وجود داره که در واقع میتونه این پورت رو پشتیبانی میکنه و میتونید ازش استفاده کنید. اگه بحث لینک 1 یا 2 هستش میتونید اونجا بیان چیکار کنید؟
لینک رو اصلاح بکنید و بعد درگ اند دروپ بکنید که مثلا روی اون HMI که مد نظرتون هست سیستم باز بشه و بتونید ازش استفاده کنید. حالا که روی این برنامه جدید باز شده، حالا دیگه شما میتونید روی DOP Soft ورژن 4 مثلا فونتاشو تغییر بدین، ابعادشو اگر میخواین تغییر بدین، و حالا از امکانات جدید و اضافه‌ای که حالا روی ورژن مثلا 4.11 یا 4.16 سری 100 هست شما میتونید استفاده کنید. پیروز باشید.